دوستان عزیز، حضار محترم، مهمانان گرامی، شخصیت‌های ارجمندی که از کشورهای مختلف، از ایتالیا، فرانسه، آمریکا و سایر کشورهای اروپایی برای همبستگی با مردم و مقاومت ایران به این گرد همایی پیوستید، به همه شما درود می‌فرستم و خوش آمد می‌گم. هموطنان، یاران مقاومت، مجاهدان و اشرف نشانها، سلام و درود بر همه شما. خوشحالم که در چنین روزی با شما صحبت میکنم، روزی که میشنویم باز هم عدالت در کنار مقاومت برای آزادی قرار گرفته است. روزی که عدالت به جوشش خون شهیدان و رنج و پیکار اعتصاب قضا کنندگان پاسخ شایسته‌ای داده است و روز پیروزی و سرفرازی اعتصابگران که رنج و درد و گرسنگی را مغلوب اراده و ایمان فروزان خود کرده اند. درود بر همه شما و همه آنها. پایداری بزرگ رسیده اید و امروز روز پیروزی شماست. آخوندها توسط دولت دست نشانده خود در عراق 52 قهرمان اشرفی را به شهادت رساندند. این تصاویر 52 قهرمانی است که به دست مزدوران مالکی و به فرمان خامنه‌ای به شهادت رسیدند. سپس خواستند با انکار و شانتاج آن را از نظرها پنهان کنند. حالا جهان گواهی می کند که شما نقشه دشمن را به کلی به هم زدید. افتخار بر شما که قطره قطره خون شهیدان اشرف را زنده کردید. نیروی وجدان و عدالت را برانگیختید. خلقی را دلگرم و امیدوار کردید و راه و رسم تازه‌ای در پایداری بنا کردید. درود بر همه شما. حکم دادگاه اسپانیا، حکم دادگاه اسپانیا، مشاور امنیتی نخست وزیر عراق و مسئول کمیته سرکوب اشرف را به اتهام جنایت علیه جامعه بین المللی در برابر عدالت قرار داده است. پس تمام آنچه جانیان و دجالان برای انکار جنایت به هم می‌بافتند نقش بر آب شد. حکم دادگاه اسپانیا مقام دوم دولت دست نشانده عراق را هدف قرار داده و اتهام‌های او را برشمرده است. از قتل 52 مجاهد و گروگانگیری تا شکنجه و سرکوب و انواع رفتارهای ضد انسانی، یعنی که به یمن جانفشانی‌ها و کارزار بزرگ این مقاومت و حامیانش، جنایت علیه بشریت بی پاسخ نمی ماند. یعنی که نسل کشی و قساوت را نمی توان پنهان کرد. این حکم نه فقط مشاور امنیت مالکی، بلکه شماری از بالاترین همدستان او را نام برده که باید در مقابل دادگاه حاضر شوند.
پس هیچ کدام از دشخیمان از حسابرسی در امان نیستند. دستور دادند، آنها که محاصره کردند، آنها که شلیک کردند، آنها که زشت کش کردند و آنها که به گروگان گرفتند و شکنجه کردند، همه باید پای میز عدالت حاضر شوند. و برادران عزیزم، شما فاتح شدید، زیرا وقتی که عالمی در سکوت فرو رفته بود شما با جانهایتان فریاد کشیدید. شما فاتح شدید زیرا به قول مسعود شعله های شرف و مقاومت یک خلق در زنجیر را نمایندگی می کنید. آری، صدای شما برای همیشه در تاریخ مقاومت برای آزادی در ایران به گوش میرسد. شما که هر روز گفته و میگویید ایستاده ایم تا پایان. باید شد و ماند، رود باید شد و رفت، کوها شعر تو را می خوانند، دشت ها نام تو را می گویند، نام تک تک شما. شما آزادگان، مبارزان، مجاهدان، نام شما که در این رزم جانکاه پایداری کردید. آری، این نام هاست که امروز افتخار ایران و ایرانی است. با ارسال پیام یا گفتگوی تلفنی یا از طریق مسئولان تلاش کردم اعتصابیونی که در شرایط وخیم جسمی به سر میبرند رو قانع کنم که از اعتصاب خارج شوند، اما آنها متوقف نشدند و حتی بسیاری کارشان به بیمارستان کشید. در 87مین روز من از همه اعتصابیون در همه جا درخواست کردم با توجه به ورود داوطلبان جدید به اعتصابشون خاتمه بدن. متاسفانه به طور کامل موفق نشدم. باز در 92مین روز مجدداً درخواست خود رو تکرار کردم، اما اونها به من گفتند که ادامه میدهند تا آمریکا و سازمان ملل سکوت خود را بشکنند و یا دادگاه‌های بین‌المللی به قضاوت برخیزند. آری، شما کهکشان اشرف را با جانهای خود در همه جا گسترش دادید و همونطور که مسعود گفته بود اشرفهای دیگر ساختید با قلب و روح و تمامی عاطفه و احساستان، با تک تک سلولهایتان، از استرالیا تا اتاوا، از اسکاندیناوی تا ژنو و برلین و از روم و لندن و واشنگتن تا لیبرتی. پس درود بر تک تک شما.